بکنم. ولی بریم با هم دیگه مزمور 33 آیه 9 رو بخونید. خواهشی که ازتون دارم عزیزان، این آیه آیه ثابت این چهار جلسه هستش، لطف کنید این آیه رو حفظش کنید و زندگی کنید باهاش و اون موقع درک میکنیم که چرا خداوند وعده هاش رو به ما داده. بفهم کش بود. زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قایم گردید. آمین. میتونیم برای کلام خداوند، زیرا که خدا گفت و شد، او امر فرمود و قایم گردید. خداوند اعلام کرد من تو را هرگز رها نمیخونم، من با تو هستم، گناهان تو را تحت پوشش خون عیسی مسیح میبخشم، به نوعی که فراموش میکنم تو چه گناهی کردی، چرا که میره زیر خون عیسی مسیح، تمیزش نمیکنه، مثل مذهب نیست که تمیزش کنه با وایتکس دوباره لکه‌ای بشه، چون خیلی از لکه ها توی وجود ما رفته، روح و روان ما و ژن ما این گناه ضبط شده، ولیکن با خون مسیح کفاره میکنه که تمام گناه ها پوشش پیدا کنه و حتی خدا اون رو نگاه نخواهد کردش و این فیض خداوند هستش و در این مسیر هستش که ما صاحب هدفی میشیم و در این هدف هستش که ما میتونیم به راحتی آنچه که درست هست رو درک کنیم. اما بریم با هم دیگه نامه عبرانیان 11:1-11 رو بشنویم. این نامه نویسندش مشخص نیست کی هست، بعضی از محققین معتقد هستن به دلایلی میتونه پولس رسول باشه، اما 100% نیستش، که در رابطه با بیداری روحانی برای مردم نخیر، برای کلیسا. هیچ کجای این کلام خدا برای این مردم دنیا نیستش. هوشیار باشه، آنجایی که کلام خداوند در انجیل متی 28:19 اعلام میکنه بروید و قوم‌ها را بشارت دهید برای مردم دنیاست. اونجایی که داره در ما غیرت ایجاد میکنه برای نجات جانها، برای محبت کردن، برای بخشیدن، برای دعا برای دشمنانمون، اونجا برای اونهاست. نامه‌هایی که داده میشه به کلیساها داره داده میشه، یعنی با من کار داره، با ضعف من، با اون عادت‌های زشت من که هنوز در من هستش، پس داره با ما صحبت میکنه. بفهم خواهش می‌کنم. پس ایمان اعتماد بر چیزهای امید داشته شده است و برهان چیزهای نادیده، زیرا که به این برای قدما شهادت شد. به ایمان فهمیده ایم که عالم‌ها به کلمه خدا مرتب گردید. خیلی ممنون. ببخشید من شما رو قطع می‌کنم. ایمان دو تا پنجره داره. پنجره اولش این هست که من می‌دانم خدا هست، اون رو لمس کردم توی طبیعت و اون علمی که آشنا هستم بهش، نمیتونه این از یک بی‌نظمی چنین نظمی بیاد، و در اون گواهی ایمانی که دارم نسبت به کارهای خوبی که خدا توی زندگی من انجام داده، لمسی که روح القدس کرده، از اون که کلام خدا رو خوندم، چرا کلام خدا من نیز اعلام میکنه در رومیان 10:17 که ایمان از شنیدن و شنیدن از کلام خداست، پس این ایمان رو دارم. این یه دریچه است. یکی از دریچه‌های ایمان دیگر ما وعده‌های کلام خداست. نسبت به گذشته، آنچه را که انجام شده، ما میتونیم ایمان داشته باشیم، میتونیم نداشته باشیم، که کلام خدا میگه به توسط روح القدس بر ما ثابت میکنه و اتفاقایی که در آینده پیش میاد. پس وقتی صحبت از ایمان میکنیم دو تا پنجره رو در نظر بگیرید. ما فقط نمیتونیم بگیم خدا هست با وعده‌هاش کار نداشته باشیم، چرا که در غیر این صورت لغزش میخوریم و میافتیم. بله، حتی آنکه چیزهای دیدنی از چیزهای نادیدنی ساخته شد. به ایمان هابیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید. خیلی ممنون. کلام خداوند وعده ها رو میده تا به انسان بیاموزه. ما وعده ها رو نمیگیریم که فقط بگیم حالا هپی باشیم، خوشحال باشیم. خیر، ما وعده ها رو میگیریم که یاد بگیریم توی زندگیمون چگونه قدم برداریم. انسانی که وعده های خدا رو داره، انسانی هست که میداند مشکلات و سختی ها داره، ولی رفع اونها غیر ممکن نیست، چون خدا میتونه کمکش کنه. انسانی هستش که در امیدی که ایجاد میشه در وجودش یه کنشی ایجاد میشه و با این تلاشی که داره مطمئن هستش به اون هدف اصلی که اراده خدا هست نیز خواهد زد. و در اینجا میبینیم که کلام خداوند اشاره داره میکنه نسبت به آنچرا که برای قائن و هابیل پیش آمده. قائن آنچرا که به خدا میده به عنوان هدیه از روی بی ایمانی میده، از روی ایمان نمیکنه، ولی هابیل این کارو نمیکنه. آیا خدای ما
به دنبال این هستش که ببینه چه کسی بهش برفرض هدیه بزرگتری میده. جهان مال خداست، خدا نیازی به ما نداره. گاهی ما در رابطه با هدایا و دهیه توی کلیسا صحبت میکنیم، تصوره، چون از بکرانی اومدیم، تصور این است که کلیسا بیزینس شده دیگه تموم شد. خیر، خدا رو شکر که این کلیسا به خوشی دل تعلیم میده که عزیزان دهیه و هدایا رو بدن. اما حکم کلام خدا این هست، بده تا به تو داده شود، تا برکت بگیری. و ما بسیار از این شهادت ها داریم که آنانی که برای کار خداوند نیز هدیه میدن، ده یک رو میدن، چقدر زندگیشون پر از برکت هستش. چرا که این نشانه ایمان هست. آن چرا که داره ما رو فریب میده روی دنیا، مسائل مالی هست و پول و ثروت مالی هستش، موضوعات واقعی زندگی هستش. ولی قائن این کار رو با ایمان نکرده، اون با شک و تردید این کارو میکرد، میخواست یه کار سنتی کنه، بریم امروز کلیسا، بالاخره باید بریم کلیسا دیگه، حالا بریم یه دهیه که هدیه‌ام بدیم و تموم شه بریم، دو تا شمع روشن کنیم، یه صلیب بکشیم، به کسی بر نخوره، جزء رسم و رسومات نیستش. آن کسی که با قلبش عمل میکنه خدا اون رو میشناسه. خدا به دنبال این هست که یک قلب آماده در کنار خودش داشته باشه، و نه اینکه بخواد. اگر حابیل با ریا هدایا می آورد، خدا اونم قبول نمی کرد، چرا که خداوند می دید قلبشون. در اول سموئیل ما می خوانیم که خداوند به سموئیل میگه که من به دل انسان ها نگاه می کنم، نه شکل فیزیکیشون، نه اعمالشون، که همه رو فریب می دن. میگه منو نمی تونن فریب بدن. بله بفرمایید. و به سبب آن شهادت داده شد که عادل است، به آن که خدا به هدایای او شهادت می دهد و به سبب همان بعد از مردن هنوز گوینده است. به ایمان خنوخ منتقل گشت تا موت را نبیند. مرسی. خنوخ همونطور که میدونیم از نسل ششم از نوادگان آدم هستش. این رو میتونیم در پیدایش 5 از 21 الی 24 نگاه کنیم. میبینیم که خداوند اجازه نداد که خنوخ رنج مرگ رو بچشه و با جسم رفت در حضور خدا، چون خنوق با خدا راه میرفت. ما امروز به عنوان ایمانداران به مسیح، اگر به وعده های او ایمان داریم، با مسیح باید زندگی کنیم، نه فقط در کلیسا، در منزل، تو آشپزخونه، تو خونمون، توی رانندگیمون، سر کارمون، باید با او راه بریم. نمیتونیم بگیم هرچی بود همین توی کلیساست تموم شد، توی بایبل استادی هستش تموم شد، توی قسمت خدمت من هست تموم شد، من باید با او زندگی کنم. حالا متوجه بعضی از ضعف خودم میشم، همه ما بلسنستا ضعف داریم و خادمین و کشیشا، من از خودم میگم البته، به چشم خدا ضعفشون از شما بیشتره، چون کلام خدا میگه هوشیار باشید همه معلم نشید، چرا مسئولیت داره، پس من باید بیشتر مواظب باشم. پس این برای ما بد نیست، ضعف داریم، هاللویا، چون بخشش خدا و فیض خدا رو هم داریم، هاللویا، و بهتر، چرا که میدونیم بخشیده خواهیم شد. خنوق با خدا راه رفته و در سن جوانی، در چه سنی بدر اکبر؟ در سن 300 سالگی، چون اون موقع 900 سال عمر میکردن، با جسم روبوده شد، رفت نزد خدا. بله؟ و نایاب شد، چرا که خدا او را منتقل ساخت، زیرا قبل از انتقال وی شهادت داده شد که رضامندی خدا را حاصل کرد. آمین. بله. لیکن بدون ایمان تحصیل رضامندی او محال است. واو. پس ایمان خیلی مهم هستش. اندیشمند اعلام میکنه آنچه سبب امنیت روح میشود ایمان هست. چون ایمان به من اعتماد رو میده. اعتماد در من وجود امید رو ایجاد میکنه. و این امید در من باعث خواهد شد که من بتونم اون چلنجی رو که لازمه پیروزی هاست رو داشته باشم. بله. زیرا هر که تقرب به خدا جوید لازم است که ایمان آورد بر این که او هست و جویندگان خود را جزا می دهد. به ایمان نوح، چون درباره اموری که تا آن وقت دیده نشده الهام یافته بود، خدا ترس شده کشتی به جهت اهل خانه خود بساخت و به آن دنیا را ملزم ساخته وارث آن عدالتی که از ایمان است گردید. به ایمان ابراهیم چون خوانده شد. خیلی ممنون. نوح توی بدترین شرایط وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر چی میخواید بگید بود، من تو بدترین شرایط، چون همه به فکر خودشون بودن، به فکر خوشگذرونی بودن،
حتی کشور و ملت که فقط به فکر خوشگذرونی هست، مسلما ملتی نمیتونن از اقتصادی مفید یا سیاسی مفید باشن. هر چیزی اعتدال خودش رو داره، برای همین در گناه بود. اما نوح داشت دور از ساحل دریا حالا کشتی میساخت. حالا گذشته از تمام آنچه را که انجام میداد که مردم رو ملزم کنه که خدایی وجود داره، به خدا ایمان بیارن. تازه مردم اونم مسخره میکردن و به نوعی به تصویر امروزی انسانی ما انگار حق داشتن. توی کبیر تو داری کشتی میسازی، اونم چه کشتی بزرگی، اون رو مسخره میکردن. اما نوح با خدا رابطه داشت، چون رابطه داشت روح القدس قوت او بود. اما نوح نتوانست ملت ها و مردم رو ملزم کنه که گناهکار هستن. این کارو ما هم نباید بکنیم هرگز. ما کسی رو نمیتونیم ملزم کنیم. ما با روش زیست خوب در مسیح، ما با رسوندن خبر خوش نجات، با خواندن کلام خدا اجازه میدیم روح القدس ملزم کنه، مطابق انجیل یوحنا 16:8. این کار روح القدس هستش، کار انسانی نیستش. هرچند مرد خدا باشیم، هرچند زنی باشیم که در رابطه با خدا باشیم، ما کسی رو ملزم نمیتونیم بکنیم. اجازه بدیم روح القدس ملزمش کنه، اما ما براش دعا کنیم، اما اجازه بدیم که خداوند نیز عمل کنه. بله. به ایمان ابراهیم چون خوانده شد اطاعت نمود و بیرون رفت به سمت آن مکانی که میبایست به میراث یابد. پس بیرون آمد و نمیدانست به کجا میرود و به ایمان در زمین وعده مثل زمین بیگانه قربت پذیرفت و در خیمه ها و اسحاق و یعقوب که در میراث همین وعده شریک بودن مسکن نمود، زان رو که مترقب شهری با بنیاد بود که معمار و سازنده آن خداست. به ایمان خود ساره نیز قوت قبول نسل یافت و بعد از انقضای وقت زایید، چون که وعده دهنده را امین دانست. آمین. هاللویا. ابراهیم چند سالش بود؟ 18 سالش بود. بله. سارا 14 سالش بود. ابراهیم چند سالش بود؟ ابراهیم نه، حالا میگیم 100 سال دیگه، حالا اینقدر برای 2 سال چیز نکنیم. ابراهیم 100 ساله بود، حالا میگیم سارا هم 90 ساله. آیا ممکنه؟ خیر. تو زندگی چه چیزی هست که غیر ممکنه؟ داری ربطش میدی به ریاضیات، قراری که خود انسان گذاشته. ما فقط در روی این زمین یک رقم بیشتر نداریم. یک، دو رو من گذاشتم، سه رو من گذاشتم، چهار رو من گذاشتم، همه چیز یکیه. تمام. دو تا یکی رو گذاشتیم، دو تا سه تا یک رو گذاشتیم، سه. این قرار ماست. قراری نبود. خداوند ما رو برکت داد تا کثیر شویم و زیاد شویم و بر آسمان و زمین و اعماق زمین سلطنت کنیم. قرار انسانی باعث شد که موقعیت واقعیت جایگزین حقیقت بشه و امروز برای ما سخت باشه. من 100 سالم هست، چقدر سخته. من 40 سالم هست، برای این آرزو دیگه دیر شده. من پول ندارم، نمیتونم برسم به این موقعیت ها. اما خودت رو وقتی کنار خدا میبینی، رقم ها برداشته میشه و اونجا هستش که میبینی خدا قادر هست بهترین رو برای تو نیز انجام بده. مشروط برای این که بپذیری، مشروط برای این که از لوای مذهب و افکار انسانی خودمون نیز آزاد بشیم، اونجا هستش که حتما خدا نیز عمل خواهد کردش. پسر بچه رو کرد به مادر خودش، گفت ماما فردا تولد من هستش، اگه میشه برای من دوچرخه بزن. مادر گفت بله، با این همه شیطونی ها و اذیت هایی که تو داری میکنی باید برات دوچرخه بزن. به نظر من بهتره بری تو اتاق خوده از خدا بخوای یه نامه بنویس برای خدا تا خدا بهت اینو بده. اینجوری میخواست ملزمش بکنه. پسر بچه میره توی اتاق، یه نامه بنویسه، خدای خواهش میکنم به من یه دوچرخه بده. خیلی این گل دوسته. بعد کارش موزه دید، میگه خدای تو میدونی من خیلی خوب هستم، به خاطر اینکه من خوب هستم من یه دوچرخه بده. بعد میونه خوب نه، راست که نمیگه، الان مادرش گفت چقدر. بعد درسی، خدای من قول میدم اگه تو برام یه دوچرخه بخری من آدم خوبی میشم. بعد دوباره بازم میگه بابا چقدر سخته. بعد میره مادرش، من دارم میرم کلیسا. مادر میگه آخ تو ملزم شد، خیلی خوب شد. از این کارا انسانی میکنیم، کلام خدا رو درشو میبندیم و با تدبیر انسانی دوست داریم دیگران رو حتی تعلیم بدیم، اونها رو جبران ببریم تو آنچه که باید. به جای اینکه ما اونها رو عاشق مسیح کنیم، میخوایم اونها وابستگی رو یاد بگیرن. عشق باید باشه، وابستگی نباید باشه، از ترس نباید باشه. به هر حال این پسر بچه میره توی کلیسا،
همین که میره تو کلیسا میبینه هیچ کس نیست، یه نگاهی میکنه میبینه یه مجسمه کوچیک از حضرت مریم اون گوشه است، یه نگاه میکنه و میره اونو میذاره زیر بغلش، میدونه میاد توی اتاقشو، بعد یه نامه مینویسه برای خدا، میگه خدایا مامان تو بهشتم بودم پیش من گروگانه، یا یه دوچرخه برام میخری به تا من مادرتو بهت بدم. این گونه هم میشه، ما از این کارا میکنیم و انسان ها از این کارا میکنن توی مذهب. اما بریم با هم دیگه، اولین نکته، وعده های خدا را چگونه دریافت کنیم. میتونید یه نگاهی به جزوهاتون کنید، عزیزانی که جزوه ندارن میتونن دستاشون رو بگیرن بالا براشون بیارن، لطف کنید دستاتون رو بالا نگه دارید و نفعی $100 رو ازشون بگیرید چون دیر اومده. خب وعده های خدا را چگونه دریافت کنیم؟ همه داریم وعده های خدا حقیقی است. این مهمترین قسمت هست که من ایمان داشته باشم که وعده های خدا حقیقی است. حقیقی است یعنی چیه؟ یعنی شدنی است، یعنی شعار نیست، یعنی تو خالی نیست، یعنی این کسی که گفته من به تو وعده میدم قبرش خالیه، وعدهش خالی نیست، پر هستش. آمین. و میتونه آنچه را که انجام داد و مرد و قیام کرد، میتونه حتی آرزوهای مرده ما رو نیز زنده کنه و قیام کنه. آمین. اندیشمندی اعلام میکنه حقیقتی وجود نداره جز در عمل. و ما در اعمال رسولان یک یک میخوانیم که عیسی مسیح گفت به آنچه که مسیح عمل کرد تعلیم داد، و وعدهش نیز این گونه هست برای ایمانداران به مسیح تا تعلیم یافته، چرا که مهم هست ایمانداران تعلیم بگیرن در کلیسا، در بایبل استادی که همین روزا به فیض خدا اعلام میکنیم، شاید هفته دیگه اعلام کنیم که بایبل استادی میخواد کلیسا داشته باشه، در کلاسای مقدماتی مسیحیت چیست، در شاگردی، در جلساتی که الان عزیزان یک دو نفر گفتن پس خانوما چی میشه، جلسات خانوما هستش عزیزان توی کلیسا. خواهش میکنم برنامه بدید، شاید ماهی یه بار هست، شاید دو ماه یه بار، یه بار هست، برنامه بدید، بهانه ندید. اگه بخواید بهانه بگید همیشه بهانه هست، باور کنید درست هم میگید. برنامه های دعا داریم، به طور خاص ما در هفته گذشته، دو هفته گذشته ما یک هفته در دعا و روزه بودیم، حتی ایران و اروپا با ما زنگ میزدن میگفتن کاشکی ما اونجا بودیم با شما هم دعا بودیم، ولی هرچند ما رو تنها نذاشتن، کلیسا افراد بودن. اما انتظار من به عنوان شبان کلیسا این هست خادمین به طور خاص و اعضای کلیسای خودمون حداقل اون روز باشیم، چرا که شهادت‌های بسیاری داشتیم که خداوند چه معجزاتی کرد. میتونم پگا جان اسمتو بگم؟ او پگا رفت؟ اونجا پگا جان بلند شو. پگای عزیز روز اول وقتی که اومد، همون روز اول دعایی که شد خداوند دعاشو اجابت کرد. چند ساعت بعد از اینجا رفتی بیرون دعا اجابت شد؟ هاللویا. نمیخوام بگم این مکان، نمیخوام بگم ما، میخوام بگم اگر ما ایمان به دعا داریم باید قدم برداریم، اگر ایمان داریم باید انجام بدیم، اگر ایمان نداریم خب ولش میکنیم، ولش کن. امروز ما از شریعت آزاد شدیم، قرار نیست با زانوامون روی کوه را بریم. خداوند میگه دور هم جمع بشید، مبادا از مشارکت با همدیگه غافل بمونید. آیا ما ایمان داریم مسیح در اتحاد عمل بیشتر میکنه؟ آمین. پس اینجا میایم از روح خدا پر میشیم، از قوت خدا پر میشیم. سری قبل یادم هستش که مهراد عزیزم که هزاران سوال داشت و با سوالاتش ما رو خسته کرده و اینجا نیستش، نه که غیبتش نکنه. اون برای آها بله اونجا وایساده. مهراد جان تو یکی از همین دعاها، نه با صحبت‌های من بلکه با سخن روح القدس قلبش لمس شد و ما ایمان داریم با همین دعاهایی که متحدن انجام میدیم در نام مسیح ایران را آزاد خواهیم کرد. پس تشویقتون میکنم در برنامه های کلیسا شراکت داشته باشید و اجازه بدید در این اتحاد نیز بتونیم این تعلیمی که کلام خدا میده از روح القدس بگیریم. چرا؟ اعلام میکنه و تعلیم یافته و در هدف و انگیزه منتظر فیض خدا باشه. یک ایماندار هدف داره، هدف ما این هستش که بتونیم هم خودمون هم دیگران با فیض خدا شکل خدا بشیم. اما وقتی که هدف داریم انگیزه های بزرگم داریم. انگیزه های ما این هستش که امروز میام توی کلیسا بهترین پرستش باشه، مشارکت باشه، برای هم دعا کنیم، برای ویژنی که خداوند به ما داده برای خریدن کلیسا اهمیت بدیم،
دعا کنیم برای خریدن کلیسا. من نمیدونم چند نفر دعا میکنین، ولی من مطمئن هستم که دعای اصلی تو این کلیسا برای خریدن کلیسا نمیشه، چون ایمان نداریم بدون تعارف. ما یه هیئت رهبری داریم، یه چند نفر هستیم، شاید چند نفرم بیرون از هیئت رهبری داریم، هممون دعا میکنیم و عزیزانی هستن که در این رابطه هم دعا میکنن، هم دست و جیبشون هم دارن میبرن، ولی خب معلومه اتفاقی نیفتاده. عیسی مسیح هم گفت من میام، ولی گفت کی میام؟ زمانی که خبر خوش نجات به گوش همه رسیده باشه، چون اون عادله. نه یاد یکی بگی من به گوشم نرسید. آیا امروز ما در این مسیر قدم بر میداریم؟ پس باید ایمان ما در عمل خودشو نشون بده. ما فقط باز نمیتونیم بگیم ایمان، و وقتی من ایمان دارم، به این ایمان ایستادم و مطمئن هستم که این وعده‌ای که به من داده شده حقیقی هست، این وعده در من عمل میکنه، به امید تبدیل میشه و این امید منو حرکت میده، سوخت زندگی من میشه، و اینجا هستش که من از بینش روحانیم که از کلام خدا گرفته شده، منظورم میگم دانش روحانیم که از کلام خدا گرفته شده، که تبدیل به بینش روحانی من شده، دید الهی هست، از این به بعد به کنش تبدیل میشه. کنش ما در مسیح چی هست؟ حکم مسیح چی بود؟ این هست که به شدت همدیگر رو محبت کنید، به محبت تبدیل خواهد شد. و میشه اول قرنتیان 13:13 بگیم همه ایمان، امید، محبت، و کامل خواهد شد. مشروط بر این که به وعده های خداوند نیز ایمان داشته باشیم و برای جلال نام او نیز بایستیم. آمین. هللویا. شد. نکته دیگه که میخوام بهش اشاره کنم نسبت مسئولیت ایرانی بودن هست. ما مسیحی شدیم، اما ما مسیحی های ایران هستیم، یعنی مسئولیت داریم دیگه. مثل مردم دنیا از این جلد شعار درآییم. دو هفته پیشم عرض کردم کوروش کوروش کوروش، ایران ایران، آزادی آزادی، هیچ اتفاقی نمیفته. اینجوری هم ما رو گذاشتن سر کار. اگر میخواهیم همچون کوروش کوروش باشیم، باید همون روحی که خدا به کوروش داد و روح القدس بود و ما نیز از خدا بطلبیم، تا پادپوری روح القدس نیز عمل کنیم. میخواییم با هم دیگه بریم کتاب، حتی من خودم میخونم کتاب عزرا رو، از یک کتاب عزرا 1:2-3 رو براتون بخونم. ببینیم وقتی ما این کوروش رو میگیم، این خود کوروش کجا ایستاده. خیلی از هموطنان ما فکر میکنن کوروش زرتشتی بود، خیلی ها فکر میکنن اصلا خدا رو نداشت، یه قدرتی داشت، یه توانایی داشت، رفت انجام داد. ولی کلام خداوند نیست در کتاب اشعیا 150 سال قبل از این که کوروش متولد بشه، خدا اعلام میکنه که شخصی به نام کوروش قوم مرا نجات خواهند داد. و در کتاب عزرا ما میبینیم این اتفاق افتاد. اعلام میکنه کوروش پادشاه فارس چنین میفرماید: یهوه خدای آسمان ها جمیع ممالک زمین را به من داده. کی میگه؟ مشغول حسین آهنگر که نگفت، گفت یهوه، همون خدایی که امروز ما بهش ایمان آوردیم. یهوه خدای آسمان ها جمیع ممالک زمین را به من داده و مرا امر فرموده است که خانه‌ای برای وی در اورشلیم که در یهودا هست بنا نماییم. پس کیست از شما؟ کیست از شما؟ کیست داره با منم صحبت میکنه، داره به هممون میگه کیست از شما؟ از تمامی قوم او. آیا ما قوم خدا هستیم؟ آیا ما به توسط عیسی مسیح بخشیده شدیم؟ هللویا. کیست از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد؟ یعنی امانوئیل. ما ایمان داریم که خدا با ماست، روح خدا با ماست، پس سخنش با ماست. با وی باشد، او به اورشلیم که در یهودا هست برود و خانه یهوه را که خدای اسرائیل و خدای حقیقی، خدای اسرائیل و خدای حقیقی است، در اورشلیم بنا کند. آمین. و امروز من به عنوان شبان کلیسا نیز دارم میگم کیست با ما که دست به دست هم بدیم برای جلال خدا، آن ویژنی که خدا به ما داده برای خریدن کلیسا و ساختن کلیسا، با ما باشه.
آیا ما ایمانوئل خدامون هست؟ آیا عیسی مسیح خداوند ما هستش؟ پس باید آماده باشیم. نمیتونیم کنار بشینیم. همون گونه که برای آزادی مملکتمون دعا میکنیم، همون گونه که برای خریدن خونمون دعا میکنیم، همون گونه که برای ازدواجمون دعا میکنیم، برای کارمون دعا میکنیم، این غیرت رو خدا میخواد در ما ببینید ما داریم برای اون یا نه. اگر نمیشه فقط یک ایمان، ایمانی که درش عملی نیست. شاعری در رابطه با خودش البته داره این گونه میگه که از بس که به خودش قول میده، گاهی ما این کارو میکنیم، گاهی ما میدونیم وعده های خدا چقدر خوب هست اما یه قولایی به خودمون میدیم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، این کارو میکنم، آنچرا که میگیم باید انجام بدیم. اینم داره به خودش این گونه میگه. میگه بنده روزی دل به دریا میزنم، آستین را نیز بالا میزنم، میکنم با خواب تسویه حساب، فاکتورش را دلا پهنا میزنم، با کمی اندیشه و کار و تلاش طرح خوشبختی فردا میزنم. از این وعده ها تو دنیا بسیاره که دارن به ما میدن. شاید از ماها افرادی باشیم که اینقدر علاقمند به این تلویزیون های سیاسی و برنامه های سیاسی بودیم و فکر میکردیم امروز رژیم عوض میشه، فردا رژیم عوض میشه، سال دیگه میاد، این عید دیگه میاد، اما فراموش کردیم از خدای خودمون بخوایم. با کمی اندیشه و کار و تلاش طرح خوشبختی فردا میزنم، بنده عادت دارم از این حرف ها، شب به شب در هنگام لالا میزنم. ای خدا آن روز پس کی میرسد، من که یک عمر هست در جام میزنم. فرزند خدا نمیتونه آروم باشه. کسی که ایمان داره تلاش میکنه. ایمان خوشخیالی نیست. ایمان این نیستش که من ایمان دارم هیچ کاری نکنم، امید با من هست. ایمان یعنی تلاش کردن، یعنی فعال بودن، یعنی برای ایرانی ها کار کردن. اگر این عزیزانی که الان 4-5 تلویزیون مسیحی رو بنا کردن و خادمینی مثل خود من داریم خداوند رو خدمت میکنیم، اگر این کارا رو نمی کردن، حقیقتا ما امروز شاهد بودیم که خواهر ما اکرم به مسیح ایمان بیاره؟ خب نمی شد. کلام خداوند میگه چگونه بشنوند وقتی کسی با آنها نمیگه، وقتی انجیلی نیست که بخوانند. هنوز افرادی که 3-4 ماه هست به مسیح ایمان آوردن در ایران با من تماس میگیرن که ما انجیل نداریم و فقط به توسط این تلویزیون ها داریم تغذیه میشیم یا اینترنت. جان شما بهشون میدید، خدا بهتون برکت بده، ما به شما اینجا خیلی انجیل میدیم، شما ببرید. اکرم جان هاللویا. بریم با هم دیگه عزیزان آخرین آیه رو نیست بشنویم، از انجیل متی 28:18-10 که هدف من از این آیه این هست عزیزان، به اون وعده‌ای که مسیح داده بدونیم. وعده مسیح اومده، من و تو هم سهم داریم، بیکار نباید باشیم. مسیح وعده داده، سهم ما کجاست که سهم اون انجام بده؟ مسیح وعده داده سلامتی تو رو، آرامش تو رو، موقعیت زندگی تو رو حفظ می‌کنه، اما منتظر تو هم هستش. از تو چه انتظاری داره؟ بگید فقط کار کنید، یه اینقدر کار کن، یک شنبه هم نگه کلیسا. نه خیر، از تو انتظار داره که بهش وقت بدی، با اونیز در تماس باشی مثل خود خانو. بفرم خواهش بکنم. پس عیسی پیش آمده بدیشان خطاب کرده گفت، تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است، پس رفته همه امتها را شاگرد سازید و ایشان را به اسم اب و ابن و روح القدس تعمید دهید. آمین، هاللویا. خوش شعر دیگه ای میگه که بابی اسدی رو من سعی میکنم بخونم که در این رابطه نیز میتونیم بگیم میتونه کمک فکری کنه به ما. میگه اگر خواهی که او را در برگیری، یعنی عیسی مسیح رو تولد نوعی از سر بگیری، باید توبه کنی، او رو بخوانی، باید با مرگ او تو هم بمیری. کاری که ما هفته پیش در تعمید انجام دادیم. نه این مردن نه مرگ جسم دنیاست، همان مرگ هواها و هوسهاست. طلوع زندگی مرگ گناه است، قیام تو مثل قیام عیساست. اگر خواهی که از غمها رهاشی، کارهای شیطون رو از هم بپاشی، اگر خواهی مسیحا ببینی، اگر دنبال برهان و یقینی، توکل کن به عیسی مسیحا که تازه می شوی چون برگ گلها.
این راه و روشی هستش که کلام خداوند نیز به ما میآموزه تا بتونیم در مسیر او با ایمانی زنده به وعده‌هاش این امید رو داشته باشیم و از اون نیز تقویت بشیم. لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم و به آنچه که شنیدیم نسبت به وعده خداوند به زندگی خودت بیندیش. قبل از اون نگاهی بکن کجاست که تو هنوز ناامید، کجاست که میترسی، کجاست که احساس خستگی میکنی، کجاست که دل تو گرفته از انسانی، از موقعیتی. بعد از این از خودت بپرس آیا خدا میتواند رفع این مشکل کنه؟ اگر جوابش آمین هست بدون که رفع مشکل تو شده، با ایمانی وعده رو بپذیر. نگاهی به اطرافت بکن، به خانوادت، به خانواده و فامیلت، به هموطنانه و یه خود دورتر بشو، به خاورمیانه نگاه کن، مردمی که اینک در جنگ و سختی ها و بدبختی ها هستن یه نگاهی بکن. آیا خدا قادر هست که اونها رو دستگیری کنه؟ اگه جوابت آمین هست مطمئن باش که خدا میخواد حالا از تو استفاده کنه. شاید سهم من و شما امروز دعاست. آیا میتوانیم برای دیگران در دعا و روزه باشیم؟ آیا میتونیم دست به دست خدا بدیم و به عنوان همکارانی که خونده شدیم به آنچه که درست هست نیز عمل کنیم و هر روز یک برنامه با خدا داشته باشیم که با او یک ملاقات تازه‌ای داشته باشیم؟ هللویای پدر عزیزم، هللویای خدای قدوس، حقیقتا ممنون شکرگزار هستیم که فیض و رحمت توست که اجازه داده خدا بنده اینک دور هم جمع بشیم، چرا که میدانیم جسم مادی ما خداوند هرگز چنین کششی نداره که خداوند در فضایی بیاد تا خدای ندیده رو خدای قدوس بخواد پرستش کنه، بلکه امروز ما مدیون روح القدس هستیم که این جسم مادی ما رو حتی به اینجا میاره که خداوند تو که شایسته هستی رو جلال بدی. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح، نه دست انسان بلکه دست تو بر عزیزان من قرار بگیره در نام قدوس عیسی مسیح و یک لمس تازه کنه. خواهش میکنم برای جلال نامت مطابق فیضت عمل کنه پدر عزیزان. آنچه که این عزیزان رو خسته و نگران کرده و یا ترسونده در نام پر جلالت مسیح بشور از افکار و دل و احساسات و بگذاره خدا با چشمان روحانی که تو به این عزیزان دادی ای مسیح خداوندم اجابت دعاهاشون رو ببینن و از این به بعد فقط در حضور تو نیز شاکر باشیم. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت می‌کنیم. آمین.